صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين إهداب بپیشگاه مقدس حضرت ولي عصر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواه لآلمين لتراب مقدمه الفدام و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام و ارواح مؤمنین و مؤمنات زوی حقوق اساتید علما و بزرگان در گذشته در این شب میلاد صلوات دیگری عنایت کنید قبل از شروع به سخن خدای بزرگ را شکر می کنم که توفیق نصیبم کرد بعد از سالها بتوانم در این خطه از کره زمین در جمع شما عاشقان اهل بیت شبهای محدودی را در فرصت محدودتری با استفاده از آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام عرض ارادتی کنیم به ساحت مقدس اهل بیت و بهره ای ببریم از اقیانوس بیکران معارف اهل بیت به اندازه ظرفیت خودمون ان الله یادتون باشه هر جای دنیا گرفتار منبر من بودید و پا منبر من باید بلند بگید ان شاء الله ای زنده باد وسط بهش ببینمتون دنیا هم جیباتون پر پول باشه بدنتون سالم باشه سایتون مستدام باشه ضعف روزه نبرده باشدتون انشاءالله از دست من هم زودتر خلاص بشی اینو دیگه نگفتی انشاءالله خیلی خوب تشکر میکنم از برادر عزیزم مخدوم معظم حجت الاسلام و المسلمین حجای حکیم الهی که شرمنده محبتاشون بودم همیشه توفیق داد خدای متعال این بار استجابت دعوت کریمانه این برادرم رو بکنم و شبهایی محضر شما باشم من چون بافت جمعیتی جلسه شما رو ندیده بودم نمیدونستم لذا تعیین یک موضوع سخنرانی برای یک سخنران با پیش زمینه هایی که دارد امکان داره لذا اینطور موضوعات کلی رو باید در نظر گرفت امشب یه بحثی را به تناسب میلاد حضرت امام مجتبا کریم اهل بیت آغاز می‌کنیم به مناسبت امشب ای از آیات قرآن کریم محور سخن ماست امیدوارم آنچه خیر مجلس است بر زبان الکن من جاری شود و اون چه خیر شماست استفاده از این آیه کریمه باشد ان الله امام حسن علیه السلام معروف به کریم اهل بیت کسی که دستش دست منفق است یدش ید منفق است کریم اهل بیت به این تناسب من یادم آمد از آیه 92 سوره آل عمران فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لن تنال البر حتی تنفقو من ما تحبون و ما تنفقو من شیعن فان الله بهی علیم دو سه تا نکته در این آیه است با اینکه این آیه را مکرر در قرآن خونده ایم و شما تلاوت کرده اید و ماه رمضان هم جزء دوم و سوم قرآن را جزء سوم قرآن که این آیه در آن است قرائت و تلاوت کرده اید اما ببینید ظرافت این آیه را خدای متعال میفرماید اگر به بر بخواهید برسید بر یعنی نیکی و وسعت انشراح صدر به خشکی بر که میگویند یعنی خشکی گسترش پیدا کرده است در میان آبها اونجایی که خشکی مسلط بر آب می شود و گسترش و وسعت پیدا می کند عرب بهش میگه بر بر یه حالت وسعت در روح انسان است ما خلق شده ایم برای انشراح صد و تکامل انسانی قرآن میگه لن تنال البر نیل در لغت عرب به معنای رسیدن است محال است بتوانید برسید به نیل بتوانید برسید به بر مگر با یه راه ببینید همه راه ها رو قرآن بس با کلمه لند مثل این که من به شما بگم محال بتوانی در کنکور قبول بشی مگر از این یک راه قرآن میگه محال است برسید به بر که هدف خلقت انسانی است حتی تنفقو یه راه داره چیه؟ تنفقو مما تحبون اون چیزایی رو که دوست دارید ازش بگذارید خیلی مطلب مطلب عجیبی است اولا خوب دقت کنید راه منحصر به یک راه است همه درها بسته است جز یک در چه دری در انفاق در بخشش همین دری که امام مجتبای عزیز ما که امشب شب میلادش هست نمونه بارز این انفاق است که لقب کریم رو میگیره از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی این روزای بلند اینجا دهان روزه شما میدونم حالی براتون نذاشته برای سلوات اما وقتی یادتون بیاد که پیغمبر اکرم فرمودند سلوات بلند نفاق رو از روح مؤمن جدا میکند وقتی یاد این حدیث آدم میفته بلند سلوات میفرسته <applause> نمیرسید به بر مگر به این که انفاق کنید مما مم تحبون این نکته رو خوب دقت کنید خیلی ها دست بخشنده دارند خیلی ها تای فقیر میبینند دست تو جیبشون میکنند اما چی میدند قرآن میگه یه وقت آدم یه چیزی به دیگران میده که زائد مال خودشه سفره رو جمع کرده غذاها زیاد اومده گوشتا و خورشتا و برنجا دیگه توی اخچال جا نمیشه به خانم میگه خانم اینا رو ظرف یه بار مصرف کن بده این فقرای محله یه چیزی هم اینا ببرند یه وقتی پیش میاد یه وسیله ای رو بچهش سالها استفاده کرده یه دوچرخه ای حالا بچه شده دکتر مهندس این دوچرخه مدت ها تو انباری خونش مونده خونش هم بیا آپارتمان تو سوئد خیلی جا نداره مثل خونه های ایران که چند تا انباری داشته باشه مبتلا شده به یه آپارتمانی خب وسیله رو کجا بذاره هی از این ور ورش میذاره میذاره اون ور از اون ور میذاره این ور یه ای وقت خانمش میگه آقا وقتی این نرسیده دیگه اینو بدیم به یه کسی او استفاده شو بکنه ما ثوابش رو ببریم اضافی های مالامون رو میدیم یا اینکه اگر کسی میاد سراغ ما یه فقیری میاد یه قرضمندی یه مستمندی میاد به من میگه آیا شیخ محسن کافی یه چیزی به من کمک کن میگم چی دوست داری بهت کمک کنم میگه پول میگم این پول چی بهش دادم حتی تنفقو مما توهبونه نه اگر من او چیزی رو که او دوست داره بهش بدم میشه حتی تنفقو مما یوهبون نه مما توهبون یعنی یه چیزی بهش دادی که او دوست دارد این خیلی ارزش نیست عجب بله قرآن میگه میگه ارزش انفاق اون لحظه ای به حد کمال میرسد که هم نیاز فقیر رو برطرف کند هم یه چیزی داده باشی که جگرگوشه خودت باشه مورد علاقه خودت باشه رشته عشق و علاقه خودت به او بسته باشد از این کلمه قرآن من چی میفهمم؟ شما چی میفهمید؟ میفهمیم که انفاق در اسلام مسلحتش فقط فقر زدائی نیست که فقرا از بین برن همه غنی بشن همه به احتیاجاتشون برسن دستورات به انفاق در اسلام برای اینکه اسلام ما رو تمرین بده بتونیم از اون چیزایی که بهش دل بستیم دل بکنیم این یه مسلحت بزرگه فقط این نیست که فقیر غنی بشه این طرف مخاطب شماست اما شما چی گیرد میاد قرآن میگه اگه میخوای چیزی گیرد بیاد حتی تنفقو ما تحبون اون چیزایی که شما دوست داری ازش بگذری نه اون چیزی که او دوست داره فقیر دوست داره طرف انفاق شما دوست داره یه تمرین روحه چطور اگر ما بخوایم بازومون قوی بشه این دنبل باید برداریم روزی صد بار پنجاه بار دویست بار بالا پایین کنیم قوی شدن بدن ما نیازی به تمرین دارد قوی شدن روح ما هم نیازی به تمرین داره این تمرینش همینه حتی تنفقو ما تحبون و الا این هنر نیست من چیزی که لازم ندارم دیگران لازم دارم بهشون بدم این هنر نیست خیلی یه وقتی یه جایی حالا شب میلادم هست عرض کنم بیدارین ان بله ان حال ان گفتن ندارید ها لا گویا آقایی تو بیابان آب کوزش تمام شد آتش فراوان گرمای فراوان کم کم نزدیک شد به هلاکتش چشماش دیگه تاریک شد و خلاصه با هر بدبختی بود خودش رو به روستایی رسوند تو دروازه این روستا دید چند تا بچه دارن با هم بازی میکنن یکی از بچه ها رو با اشاره طرف خودش خوند بچه دوید اومد بازی رو رها کرد گفت ها چیه آقا گو من از تشنگی دارم میمیرم خونتون کجاست گفت خونه ما همینجاست گفت میتونی بری یه ظرف آب برا من بیاری گفت چشم دوید سمت خونه یه همینطور که داشت نگاه میکرد به در خونه این بچه زودتر بیاد یه لیوان آب برسونه این از مرگ نجات بده یه وقتی عوض لیوان یه تاغار بزرگ دستش تاغار این ظرفای قدیمی سفالی بزرگ بود دید یکی از اینا دستش دو دستی گرفته داره میاد سمتش گفت چی آوردی پسرم؟ گو آقا دوغ آوردم به جای آب خاصیت دوغ بیشتر از آب میل داری؟ گو البته کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا آقا دوغه رو وقتی خورد دید، عجب دوغ خونکی هم هست با دهان روز شما میشنوین از ما عجب دوغ خونکی هم هست این پسره نگاهی به قیافه این تشنه کرد دید خیلی بهش چسبید دوغه که تمام شد گفت آقا بازم میخوای برات بیارم گفت مگه بازم دوغ گفت بله آقا هر چی دلت بخواد دوغ داری. پرم دوغ بیارم گفت شما دوغ فروشین گفت نه گفت مادرت خبر داره این دوغایی که برا من میاری گفت بله آقا خود بابام به مادرم دیشب گفت همشو بده بره گفت چطور گفت ما یه بشکه دوغ درست کرده بودیم دیشب یه موشی افتاد توش نجس شد به درد خودمون دیگه نمیخوره آقا بابام به مادرم گفت اینا رو بده بره در راه تا شنید این از شدت عصبانیت اتش اجازه نداده بپرسه این حلال حرام نجس پاکه تاقا رو زد زمین شکستی وقتی بچه شروع کرد گریه کردن سمت خونه دویدن مادر این آقای غریبه ظرفی رو که برای سگمون غذا می‌ریختیم <تصفح> شکست واقعا زندگی ها رو اگه نگاه کنیم چی رو ما ازش میگذاریم حقیقتا چیزی که توش پول خرج کردن نداشته باش من میگم آقا یه صلوات بفرست اللهم صل علی محمد میگم دو تا سه تا چهار تا ده تا پنجاه تا دو هزار تا همه هم رو میگی اما اگر بگم آقا یه صلوات بخوای بفرستی شرطش اینه که پنج یورو هم بدی برای پیغمبر و مرکز اسلامی شرطش اینه از هزار تا سلوات فرست چند تا سلوات میفرستد اگر بگم به جای پنج یورو پنجا یورو اگر بگم شرط گرفتن سواب سلوات که خدا اجازه بده یه کسی یه سلوات بفرسته سوابش روز قیامت بهش بده هزار یورو چند تا سلوات فرستد اگر بگم شرط رفتن به بهش اینه که سلس اموالتو بدی چند نفر میرن تو بهش اگر بگم شرطش اینه که نصفشو بدی چند تا آدم کریم پیدا میشن این امام حسنی که امشب شب میلادشه سه بار در عمرش تمام اموالش رو نصف کرد از وسط نصفی در راه خدا نصفی برای خدا. لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون ممکن این سال به ذهن شما جوونا بیاد من شماها رو نمیشناسم چهره ها تحصیل کرده نشون بده ممکنه با خودتون بگین خدا چرا همچی شرطی گذاشت چرا چرا میخواد من از یه چیزی که دل بهش بستم دل بکنم چرا پرواز من مشروط شده به کندن دل آیون اگر یه پروازی بخواد از تهران بیاد استکهلم اینو با زنجیر به کف باند فرودگاه امام خمینی تهران ببندنش این میتونه پرواز کنه نه اگر شما یه بادبادکی رو که زمان کودکیتون میخواستید هواش کنید اینو با یه تکه زنجیر ببندینش با یه تکه نخ ببندینش به یه درختی شاخه ای میله این میتونه بره بالا نه خدا میگه من خلقت کردم برای پرواز ای انسان تو با حیوانات متفاوتی اون اسب و گاو و الاغ و شتر و گوسفند و انعامند که برای زندگی در زمین چسبیدند و میچرند تو باید بیای بالا, بالا. برای بالا آمدن یه شرط داریم نه باید چیزی تو رو به زمین خاکی و مادی بچسباند این رشته باید بریده بشه حتی تون ما توهبون تو اگه نمیگی خدا دارم روزه میگیرم قربتا الله یعنی میخوام پرواز کنم میخوام بیام بالا انا لله و انا الیه راجعون من روزه که دارم میگیرم معناش اینه که خدایا میخوام بیام به سمت تو آمدن به سمت خدا با تعلق به دنیا منافات داره محاله قرآن هم میگه لن تنالو تو دروغ میگی تو دلت بسته است به ماشینت به پولت به دلارت به مدرک دانشگاه به این که بهت بگن استاد به این که بهت بگن حجت الاسلام به این که بهت بگن آفرین به این که بهت بگن بارک الله هر کدوم ما ها یه جوری چسبیده این به این دنیا خدا میگه تا اینو نبریشا ها حتی تون فقوم ما توهبون نشه به جایی نمیرس هرچی هم شعار بدی مردم هم باور کنن من که خدای تو هستم ان الله بصیر بالعباد بنده هاشو خدا خوب میشه میگه دروغ نگو ادعای عشق میکنی ادعای محبت به خدا میکنی خدا میگه عشقت از ظاهر و باطنت هر دو پیداست نه از ظاهرت خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی داستانی براتون نقل کنم معمولا مفاهیم قرآنی و علمی با نقل حکایات بهتر تو ذهنات جا میگیره و لذا یک سوم آیات قرآن حکایات و قصصه مرحوم شیخ بهایی میگه یه پسر لاوبالی عیاشی دنبال یه دختر متدینی را افتاد دختره یه دختر محجبه تحصیل کرده عاقل فهیمه یه وقت متوجه شد یه پسر هرزه ای دنبالش راه افتاده این خیابونو میره اون میاد میره تو این کوچه اون میاد میره تو این محله داره میاد یه وقتی توی کوچه خلوتی دختره رسید ایستاد برگشتید پسره میاد گفت آقا برای چی دنبال من میاد پسرم بی و دریده گفت خانم عاشقتم عشق داره منو دنبال تو میکشه گو عاشق من گو بله گو از کی تا حالا گو از یه رو پیش تا حالا گو یه رو به تو عاشق شدی گو آره گو چه تو عاشق شدی گو دیدمت چشم دید دل خواست عشق یه جرقه است خورد به قلبم من عاشقت شد دختره دختر با کمالی بود فهمیده ای بود سادبین و ظاهربین نبود گفت تو عاشق چیه من شدی این پسره فکر کرد اگه یه خورده از خونی کنه میتونه دختره رو فلیه بهش بده شروع کرد از این حرفای عاشقانه که امروز مده تا چند سال پیش تو نامه ها بود حالا تو اسمس ها و ایمیل ها و این فیسبوک ها و این حرف هایی که شما بهتر از من بلدید شروع کرد به حرف به اینا گفتن گو عاشق چی شدم عاشق همه چی اون قد رعنا اون چشمان آهوانی اون ابروان کمانی اون لبان قیتانی بقیه رو شما بگین ای شروع کرد از اینا به گفتن و گفتن و گفتن دخترم همینطور داشت نگاش میکرد چجوری به این پسره بفهمونه تو دروغ میگی؟ یه وقتی برقی به ذهنش زد دختره جمله ای بر زبانش جاری شد گفت ای پسر باور کردم حرف تو اما عجب پسر کم سلیقه و بی سلیقه ای هستی گفت چطور تو؟, تو به این چشما میگی آهوانی تو به این چهره میگی زیبا تو سلیقت در همین حده گفت چطور خانم گفت تو اگر خواهر منو ببینی چی میگی گو خواهرت از تو خوشگل تره گفت خیلی زیاد گو خواهرت کجا هست گفت پای سر دویستده تا به پسره گفت پای سر دویستده پسره برگشت پشت سرش رو نگاه کنه فریاد دختره بلند شد گو ای دروغ گودیدی مشت تو باز کردم پسره گفت چطور؟ گو اگه تو عاشق من بودی چشم دنبال کس دیگری نمیگه خدا با این آیات داره مشت عاشق محسن کافی رو باز میکنه میگه عاشق محسنی که روزه میگیری نماز میخونی دعای توسل میخونی افتتاح میخونی جوشن کبیر میخونی قرآن من رو سرت میگیری سر بزنگاه ها من مشت تو باز میکنم توی که حاضر نیستی از این دنیای فانی زود گذر بگذری چی عشق قربتن الالله به سرت میزنه خدا یا فقط برای تو فقط تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اگر عاشق من بودی دلت بسته به این دنیای فانی و گندیده نبود تو میدونی این دنیا چیه؟ یه توفاله ای که قرن بعد از قرن نسل بعد از نسل دست به دست میگردد امروز وارث شدی تو فکر کردین تلاهایی که گردن زن و بچه های ماست امروز به وجود آمده نه به حضرت آدم قصر از حضرت آدم تا الان اینا آمده هی hey, داره میره تو کورا زوب میشه دست بند میشه گردن بند گردن بند میشه گوشواره مدلاش جدید میشه میاد تو زرگری های خونه عوض میکنه دست به دست میگرده خدا و میگه تو عاشق منی منو با اینا معامله میکنی بهت میگم خمس بده میگه نه زکات بده نه امور واجبت انفاقات واجبت برادرت نیازمنده تو آمدی روزه میگیری میگی قربتا الله بر تو واجب است این انفاق سله رحم یکی از مصادیقش این سله مالی تو نمیتونی بگذری فقط سلوات مجانی ولدی بفرستی فقط دعای کمیل مجانی ولدی حضور پیدا کنی فقط نماز جمعه مجانی حاضری بشنوی تو ادعای عشق به من میکنی حالا بیا سمت امام حسنی که امشب شب میلاد این بزرگواره راوی ابن عساکر و ابن عساکر که از تاریخ های مشهور رو نوشته تاریخ ابن عساکر خیلی مشهوره ابن عساکر میگه یک کسی به نام ابن عقیق تو مدینه زندگی میکرد در یک زمانی که آقا امام حسن مجتبی علیه السلام یه مرکب سواری یه اسبی برا خودشون خریده بودن بسیار اسب قیمتی خیلی زیبا خیلی قشنگ شما اگر بخواید تبدیل به روزش کنید امروز باید یکی از این ماشین هایی که من نمیدونم ماشین های خوب چه ماشین های امروز تو دنیا نامبر وان باشه چیه ها شما بگین بله فراری یا فراری فراری باش فرض کنید یه جوانی که خودش خوش سیماست خوش اندام است این ماشین هم خیلی بهش میاد نشسته پشت این فرمون برگردونید به 1400 سال قبل یه چهره ملکوتی و زیبا به نام امام حسن نشسته روی یه اسبی که از هر جا رد میشه همه چشما رو خیره میکنه، ابن عقیق داشت تو کوچه رد میشد فقط یه جمله گفت عجب اسبی تاریخ ابن عساکر نوشته امام حسن از اسبش آمد پایین فرمود ابن عقیق بیا این افسار اسب گو آقا چکار کنم فرمود مال تو گو آقا مال من گو بله مال تو آقا این خیلی گرونه تو حجاز اسب اونم تو اسب این اسب تو اسب ها این اسب فرمود مال تو دلت میخواد اینو مال تو من دل به چیزی تو این دنیا نبستم شما امروز یه نمونه سراغ داری به یکی میگه آقا به به عجب ماشینی میگه خب تو که ماشین نداری این سیویج مال شما خداحافظ اسلام میخواد یه همچین مسلمون پرورش بده یعنی این دل اصلا بسته یه به دنیا نباشه نه اینکه دنیا نداشته باشه ها اسلام مخالف سروت نیست هر کی میگه آیات قرآن رو نفهمیده هر کی میگه اسلام با مال مخالفه اسلام رو نفهمیده روایات رو نفهمیده هر کی میگه محبت به دنیا بد است روایات اهل بیت رو نفهمیده پیغمبر اکرم فرمودن الناس و ابناء الدنیا ولا یلام الرجل علی حب امه مردم بچه های دنیا دنیا مادر این مردم است علاقه به بچه علاقه بچه به مادر قهری است اسلام نمیگه علاقه نداشته باش اسلام میگه عشق نداشته باش علاقه ای که کورت کنه کرت کنه بچسبونه تو رو به دنیا نذاره پرواز کنی این علاقه از نظر اسلام مردود و منفور است این یه نمونه نمونه دومش رو تاریخ نقل میکنه میگه حضرت یه وقتی در مدینه چشمشون یه باقی رو گرفت این باغ رو به چهل هزار درهم خریدن خیلی باغ زیبایی بود صاحب باغ خیلی رسیده بود به این باغ میوه های خوبی داشت امام حسن علیه السلام این باغ رو خریدن سندش رو گرفتن آمدن منزل پولش هم دادن رفت شب یه کسی آمد خدمت حضرت حضرت فرمودند که من این باغ رو خریدم یکی از اینایی که نشسته بود گفت آقا میدونید صاحب این باغ چرا این باغ رو فروخت آقا فرمودن نه چرا فروخت آقا بد آورده برشکست کرده مجبور شد این باغ رو بفروشه به این باغ خیلی علاقه داشت میگه تا این حرف رو به حضرت زدم حضرت فرمودند ابای منو بیارید عواشون رو به دوششون انداختن سند رو برداشتن رفتن در خونه اون طرف خب حالا میخوان چکار کنن معامله رو فسخ کنن که او در نیازش فروخته نه سند رو گذاشتن تو خانه فرمودن اون چل هزار درهمی که بهت دادم بخشیدم به تو این سند رو هم بخشیدم به تو ما نیازی به مال دنیا نداریم شنیدم از رو نیاز فروختی گفت بله آجان فرمودن چرا به ما نگفتی؟ قرآن میخواد یه همچی مسلمونایی پرورش بده روایات ما امام حسن ما امام حسین ما امام زمان ما اینا میخواد یه همچی مسلمونایی پرورش بدن از این نمونه ها امام حسن اونقدر داره که مشهور شد به کریم اهل بیت آیان یه روایتی من یه وقتی تو بهار مرحوم مجلسی اگر اشتباه نکنم جلد چهل و سومه بهار به مرحوم مجلسی یه روایت دیدم از این روایت میفهمه آدم این امام حسن چقدر کریم بود چقدر بخشنده بود یه وقتی حضرت یه نخلستانی فروخته بودن پولاش کیسه شده بود کیسه ها گوشه خونه خب اون وقت بانک نبود پولا هم که چک و سفته نبود کاغذی باشه درهم و دینار سکه های نقره و طلا بود اینا خیلی وزن داشت خیلی سنگین بود کیسه های نقره گوشه اتاق چیده بودن یه فقیری که خیلی محتاج بود فهمید آقا نخلستان فروخته اومد خونه آقا امام حسن گفت آقا من نیاز به پول دارم حضرت فرمودن چقدر گفت هر چه بیشتر بهتر روایت اینه الله اکبر روایت این امام حسن علیه السلام قلامشون رو صدا زدن فرمودن تو اون اتاق برو ببین هر چی پول هست بیار این آمد کیسه ها رو نگاه کرد کیسه ها معلوم بود هر کیسه چقدر توش درهمه هی, هی کیسه آورد هی کیسه آورد هی کیسه آورد هی کیسه آورد ریخ یه تلی درست کرد از این کیسه ها آقا فرمودن قلام چقدر داشتیم گفت آقا پنجاه هزار درهم پوله فرمود بازم هست گفت نه فرمود به این آقا وردار ببر اینا مال تو من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید اگر یه فقیری تو خیابونای تهرون و قوم و مشهد جلو من برسه ها از فاصله پنجامتیش ببینم دلم من میخواد یه چیزی کمکش کنم اول دست میکنم تو جیبم اسکناسا اسکناس رو با حس لامسه قشنگ بررسی میکنم ده تومنی کدومه پنج تومنی کدومه دویست تومنی کدومه صد تومنی کدومه اون اول اگه نتونم تشخیص بدم زیر عبا نگاه میکنم کمترینش رو میدم لا اله الا الله میگه پنجا هزار درهم و فرمود وردار ببر خب آقا خودشون میدونستن این همه پول این نمیتونه ببره فرمودن سر این کوچه ما حمالا ایستادن باربری میکنن برو این حمالا رو سه چهار رو خبر کن این کیسه ها رو کمکت کنن بیارن تا خونه تو رو خدا اینجا جای روایت خوب گوش کن این آخرین حدیث منه من بنا ندارم یک ساعت حرف بزنم حرفهامون برای شبهای آینده امشب شب اول سخن ماست کمتر حرف میزنم انشالله عمقش بیشتر باشه در نفوس با عنایت حضرت حق این حمالا چهار تا اومدن کیسه ها رو برداشتن رو دوشا گذاشتن این آقا رفت حمالا هم, هم دنبالش مرحوم مجلسی بهار برید نگاه کنید سند دارد روایت سند متقن رفت یه وقت یکی از حمالا رو آقا صدا زد امام حسن مجتبی فرمودند کیسه ها رو بذار زمین بیا پیش من کارت دارم وقتی برگشت گفت بله آقا چی میگید آقا عباشون رو برداشتن از دوششون یه عبا قیمتی داشتن دادن به این حمال گفتن وقتی بار این رفیق ما رو به خانش رسوندی پول حمالی ازش نگیرید این عبای منو بفروشید پولشو به این خودتون تقسیم پنجاه هزار درهم پول میده حاضر نیست پول گیرنده یه مقدار پول کم و بابت حمالی به حمالا بده کرم رو ببین شیعیان اهل بیت سرتون رو تو عالم بالا بگیرید همچی اصوه ها و الگوهایی دارید هیچی براشون مهم نیست جز رضای خدا پرواز در عالم ملکوت با فرار از علقه دنیا اینا باید شبه های ما رمزون اونم قبل افتار برای ماهای درس های بیداری باشه لن تنال البر را حتی تنفقو من ما تحبون و ما تنفقو من شیئن فان الله بهی علیم آخر آیه رو ترجمه کنم خدا میگه یه وقت فکر نکنی چیزی رو که تو میدی ما نمیبینیم یه وقت یه جایی ندی که چهار تا بیننده داشته باشی فکر کنی که زرنگی به این است که من یه جایی پول خرج کنم که چهار نفر به من بگن باری کلا و ما تنفقو من شیئن فان الله بهی علیم در اون آیه دیگر میفرماید و ما تکون فی شأن و ما تتلو من هم من قرآن و ما تعملون من عمل الا کننا علیکم شهودا و ما یعزب عن ربک من مسقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اسقر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین ذره از چشم ما پنهان نیست کار شما برو فکر پرواز خودت باش تا کی جمع کردن تا کی خوردن به خود و زن و بچه یه خوردش هم خرج پروازت کن تمرین کنید از امشب شب میلاد امام حسن مجتبا آقا رو الگوی زندگیمون قرار بدیم گاه اون چیزایی که خیلی بهش دل بستی ها. از خودت جدا کن برا خدا تمرین کنید روحتون رو پرواز بدید بگید خدا یاد دادم برای تو هیچ کی نفهمه فقط تو فقط تو یه تکه دیگه از تاریخ یادم آمد نمیدونم بگم یا بسه بسه بله خیلی خدا, خدا رحمت کند استاد سخن مرحوم فلسفی رحمت الله علیه مرحوم فلسفی میفرمودند که ذهن ذهن مستمع گیراییش 35 الا 40 دقیقه است بیشتر اگر حرف زدید حرفاتون رو حروم کردید مگر اینکه گاه گاهی با چاشنی شوخی مغزها رو ریستارت کنید دو مرتبه ریستارت که شد یه خورده گیرایی پیدا خواهد کرد شما با این روزهای متول و زبان روزه و خسته اونم آخر کار مبتلا شدید به یه منبری مثل من خدا نجاتتون بده ان شاء الله من دعا میکنم و گفتی ان شاء الله ولی شب اول نمیگفتیم زشتین بعد خدا یا به حق محمد و آل محمد چند تا دعاتون میکنم ان شاء الله شب های بعد مباحثی رو که به نظرم میرسه مفید باشه از نظر اخلاقی با هم گفتگو میکنیم و چاش چاش این روایت مربوط به امیر روحی له الفداست امام حسن اگر حسن است و کریم تو دامنی بزرگ شده به نام دامن فاطمه زهرا و سر سفره نان خورده است سر سفره علی مرتضی امیر المؤمنین ساعتی بعد از نماز ظهر روایت نداره دقیقا چه ساعتی که شدت گرمای هوای مدینه بود حضرت تو سایه منزل استراحت میکردن یه وقت دیدن صدای دقل بلند شدن آمدن دم در خود حضرت در رو که باز کردن دیدن یه جوانی با لباس سیاه حضرت فرمودن ها چه خبره سلام کرد و جواب شنید و گو آجان پدر من از دنیا رفت پدر من فلانی بود از دنیا رفت حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون خدا رحمتش کنه از دست من کاری برمیاد گو آجان روم نمیشه بگم خجالت میکشم به خدا قسم اگر جزء ورسه پدرم بچه صغیر نبود در خونتون نمی آمدم اما چون حق بچه سقیره آمدم مجبورم بگم حضرت فرمودن چرا اینقدر این پا اون پا میکنی؟ بگو گو آقا ما دفتر بابامونو که میخوندیم دفتر حساب کتاباشو دیدیم در اون دفتر نوشته که من از علی ابن ابی طالب هشت هزار درهم طلب دارم خب این جز ارث ماست بچه سقیرم جز ما ورسه است من مجبور شدم بیام از شما این هشت درهم رو بگیرم آقا امیر فرمودن از من هشت هزار درهم طلب داشته گفتم بله آقا جان اینطوری نوشت حضرت فرمودن من به کسی بدهکاری نداشتم و ندارم اما هش. قنبر گفت بله آقا فرمودن هشت هزار درهم بیار بده این جوان بیار هشت هزار درهم قنبر کیسه کرد آورد دست این جوان این جوان رفت آقا سند بیار شاهد بیار این حرفا نبود رفت یه ماه بعد امیر باز تو خانه این آمد در منزل حضرت آمدن تا در رو باز کردن این جوان دو تا کیسه زیر عباش گرفته بود اینا رو گذاشت زمین خودش رو انداخت رو پاهای حضرت شروع کرد گریه کردن آقا منو ببخشید حضرت فرمودن چرا گفت آقا بی خود گفتم گذاف گفتم فرمودن پدرت نمرده گفت چرا آقا پدرم مرد فرمودن انا لله و انا الیه راجعون آجان ما اشتباه کردیم فرمود چه اشتباهی به قول امروزیا گفت آقا ما صفحه بستانکار و طلبکار پدرمون رو جابجا خوندیم پدرمون هشت هزار درهم به شما بده کار بوده ما فکر کردیم از شما طلبکار خب الان شما حساب کن اگر به جای امیرالمومنین عاشق محسن کافی بود میگو هشت هزار درهم از بابات طلب داشتم هشت هزار درهم هم ماه پیش به تو دادم میشه چقدر؟ شونزه هزار درهم یه ماه هم پول دست تو بوده سودش میشه چقدر؟ من تو سوئد نمیدونم چند درصده اما تو ایران که داره به سی درصد و چل درصد میرسه لا اله الا الله رهبرمون علی کجاست امام حسن کجاست ما کجاییم دلمون خوشه که آب نمیخوریم نون نمیخوریم غذا نمیخوریم تا افتار چیزی نمیخوریم اینا فقط آدم رو به جایی نمیرساند علی باید بیاد تو زندگی های ما کار علی باید بشه درس ما هشت هزار درهم دادم هشت هزار درهم هم طلب 16 هزار درهم علی اینطوری گفت والله نه این روایات این هم شما امیر المومنین فرمودن ای جوان راست میگی باباد ده هشت هزار درهم به من بدهکار بود میدونستم به رود نیاوردم باباد مرد خدا رحمتش کنه خدا گناهاشو ببخشه ما هم اون پولی که به او داده بودیم حلالش کردیم پولو بخشیدم به خودش تا پسر اینو شنید دست کرد سمت راست این کیسه 8000 درهمی که گرفته بود دراره بده اقل حضرت دستشو پس زدن فرمودن ای جوان تو نمیدانی ما اهل بیت وقتی به کسی چیزی بدیم دیگه پس نمیگیری ما اگه به کسی چیزی بدیم دیگه پس نمیگیریم لن تنال البر حتی تون فقوم ما تو هبو. بعضی از ارباب تاریخ نقل کردند که این پسر عبدالله زبیره پسر زبیر بعضی از تواریخ این طور نقل کردن بعضی هم میگن کس دیگری بوده حالا به هر جهت هر که بوده عمل امیر المؤمنین درس بزرگی است درس بزرگ خب به کی داره میده به خدا و ما تنفقو من شیئن فان الله بهی علیم اگر من بدانم خدا سایه به سایه با من است و من یعمل مثقال ذره خیرا یاره یه ذره کار خوبتم میبینه و ما یعزو با ان رب مثقال ذره فی الارض ولا فی السما اگه من بدونم طرفم خداست زندگیم خیلی عوض میشه خدایا به حق امام حسن مجتبا به حق کریم اهل بیت علاقه های نابجای ما رو از دنیا بکن خدایا امام حسن مجتبا و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب را الگوی واقعی زندگی ما قرار بده فرج آقا و مولایمون امام زمانمون نزدیک بگردان قلب مقدس و نازنینش از همه ما راضی و خشنود بدار خدایا ما را مشمول ادعیه خیر و اون حضرت قرار بده در گذشتگان ما زبی حقوق ما در این شب شادی اهل بیت ارواحشون رو از مجلس ما شاد بگردان خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما جوانان عزیز شیعه ما در هر کجای عالم هستند عاقبت به خیر بدار اونها رو در منویاتشون موفق بدار خدایا هر نفس هر آن هر روز هر سال ما را به خودت نزدیکتر بگردان خدایا اون چیزی که ما را از تو دور می کند اون رو از ما دور بگردان هر چه ما را به تو نزدیک می کند آن را به ما نزدیک بگردان خدایا به حق محمد و آل محمد به قداست امام حسن مجتبا قسمت می دهیم لباس عافیت بر اندام مرزای اسلام بپوشان ارواح در من مخصوصا پدران و مادران اسیر خاکمون خدایا ارواحشون از ما شاد بگردان یک دعا میخوام بکنم این دعا رو هر شب تکرار میکنم به عنوان آخرین دعا اگر شما در این دعا با من مشترکید بلندتر از همه آمین هاتون آمین بگید خدایا به حق امیر المؤمنین به حق کریم اهل بیت امام حسن مثل امیر المؤمنین مثل امام حسن ما را حسینی بمیران برای شفای همه مرزا برای نورانی شدن مجالس و قلوبمان سه صلوات بلند عنایت بفرما